سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. امروز میخوام درباره یکی از سریال‌های پرطرفدار و جذاب که از زمان انتشارش بسیار مورد توجه قرار گرفته صحبت کنم. برای دوستانی که هنوز با این سریال آشنا نیستن، اجازه دهید شما را به دنیای شگفت‌انگیز بهار ببرم و خلاصه ای از داستان آن را برایتان بازگو کنم. سریال بهار نام خود از شخصیت اصلی با بازی دمید افگار گرفته است. خلاصه سریال درباره یک زنی به نام بهار است که علی‌رغم حرفه پزشکیش به دلیل فداکاری به خانواده‌اش تصمیم می‌گیرد شغلش را رها کند. بهار با جراح موفق تیمور یاوزوگلو ازدواج کرده و زندگی خود را وقف همسر و فرزندانش کرده است. بهار 20 سال پیش از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده و به جای پزشکی خانه‌داری را انتخاب کرده. او سالهاست همسر تیمور یاوزوگلو است و برای خانواده‌اش تمامی تلاش و وقت خود را فدا کرده است. اما یک روز بهار بیمار می شود و پزشکان تشخیص می دهند که نیاز به پیوند کبد دارد. حالا کبد تیمور همسرش تنها می تواند او را نجات دهد. اما قضیه به این سادگی اتفاق نمی افتد. اورن پزشک بهار تصمیم دارد او را نجات دهد و به او می گوید که تنها راه نجات پیوند کبد است. اما فقط کبد تیمور با او سازگار است. مادر بهار که مدتی از بهار خبر نداشت بعد از شنیدن ماجرا تصمیم گیرد هر طور شده به بهار کمک کند. او از خواهرزاده‌اش که او را با بهار بزرگ کرده است می‌خواهد که این کار را انجام دهد، اما او به دلیل داشتن فرزند کوچک قبول نمی‌کند. خانواده یاوزوگلو که از بیرون بسیار خوشحال به نظر می‌رسند بعد از بیماری بهار متزلزل شده‌اند. موضوع سریال بسیار جذاب به نظر می رسد. زنی که با تمام توانایی‌های خود و آموخته‌هایش مجبور است نقش خانه‌دار را بپذیرد. او در حال حاضر از زندگی ناخوشایندی که دارد رنج می برد. همسری که به او خیانت می کند و مادر شوهری که به احترام او اهمیتی نمی دهد. در سریال بهار که قبلا یک خانم دکتر بوده به یک خدمتکار در خانه تبدیل شده است. هنگامی که بهار با مرگ روبرو می شود، جهان پیرامونش به طور کامل دگرگون می شود. او با چهره دیگری از خانواده‌اش، به ویژه همسرش تیمور که از بیرون کامل به نظر می رسد روبرو می شود و رازهای پنهان خانواده‌اش به ویژه همسرش تیمور آشکار می شود. این مواجهه با بیماری نه تنها زندگیش را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه روابط و ارتباطات خانوادگی را نیز تغییر می دهد. بهار به عنوان یک قهرمان با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود و باید دوباره موفق شود. اما هیچ چیز بعد از بیماری بهار برای خانواده یاوزوگلو که به طور عجیبی مورد آزمایش قرار گرفتند مثل قبل نخواهد بود. این وقایع موجب تغییرات عمیق در زندگی خانواده می‌شود. بهار بازسازی زندگی خود را آغاز می کند و این امر امیدی را در بین بینندگان ایجاد می کند که با داستانهای تراژیک همراه است. در این روند اورن به عنوان رقیب واقعی تیمور ظاهر می شود. بهار یک زن شجاع و قوی است که در برابر چالش‌های زندگی هرگز تسلیم نمی شود. بهار یک سریال تلویزیونی است که از مرزهای ساده یک داستان عاطفی فراتر می رود. این داستان درباره عشق، از دست دادن، امید و قدرت تزلزل ناپذیر روح انسان است. چیزی که این سریال را به واقعیت نزدیک می کند نه تنها داستان هیجان انگیزان است، بلکه شخصیت های عمیق و صحنه های شگفت انگیزش نیز می باشد. بازیگران با بازی‌های فوق‌العاده خود ما را در داستانشان جذب می‌کنند و با احساسات آنها همراه می‌شویم. سریال بهار همچنین یک معنا و پیام عمیق دارد. این سریال ما را با چالش‌های زندگی آشنا می‌کند و نقش ما را در مواجهه با آنها به نمایش می‌کشد. همچنین به ما قدرت اراده و امید به زندگی را یادآوری می کند و اینکه با وجود تمام موانعی که با آن روبرو هستیم، ما این قدرت را داریم که به راه خود ادامه دهیم و برای آنچه برای ما مهم است بجنگیم. بازیگران اصلی این سریال از جمله دمید افگار، بورا گولسوی و مهمت یلماز با بازی‌های شگفت‌انگیز خود این داستان را زنده و جذاب می کند.
به همین دلیل دیدن این سریال بسیار لذت بردنی است. دمید افگار در نقش بهار در تاریخ 18 می 1940 در مانیسای ترکیه متولد شد و 43 سال دارد. او یک بازیگر چندگانه است که در تلویزیون، سینما و تئاتر فعالیت دارد و اصالتاً اهل آلبانی است. این هنرپیشه بازیگری را از تئاتر آغاز کرد و اولین بار در سال 2000 با سریال شماره 7 یدی نومارا در تلویزیون ظاهر شد. از سال 2000 در فیلم‌ها، سریال‌های تلویزیونی و نمایش‌های تئاتری مختلف حضور داشته است. در حال حاضر وی نقش بهار را در این سریال بازی می‌کند. بورای گولسوی در نقش اورن یالکین در تاریخ 22 فوریه 1982 در آنکارای ترکیه متولد شد و 41 سال دارد. او از سال 2018 با نیلوفر گوربوز ازدواج کرده، آنها یک فرزند دارند. او بازیگری را از سال 2004 با فیلم تیریو شروع کرد. او از سال 2008 به بازی در نقش‌های اصلی پرداخت، تقریبا در تمام سریال‌های تلویزیونی که حضور داشته است، نقش اول را ایفا کرده است. در این سریال وی در نقش اصلی اورن حضور دارد. اورن یک جراح موفق و متخصص است که با بهار روبرو می شود و این رویداد موجب تغییرات بزرگی در زندگی هر دو می شود. مهمت یلماز آک در نقش تیمور در تاریخ 8 فوریه 1986 در دیار بکیر ترکیه متولد شد و 37 سال دارد. او به شهرت از طریق بازی در نقش دادستان پارس در سریال یارگیر رسید. از سال 2013 تا 23 در حدود 10 سریال تلویزیونی با نقش‌های مهم حضور داشته است. در این سریال وی نقش تیمور شوهر بهار را بازی می‌کند. تیمور یک جراح موفق و مغرور است که 20 سال پیش با بهار ازدواج کرده و دو فرزند دارند. اما رابطه او با بهار و فرزندانش سرد و دور است. برای او مادرش که هرگز با او مخالفت نمی‌کند ارزشمندترین فرد است. تیمور که تمایل دارد همه چیز را کنترل کند، با نقطه عطفی که بهار تجربه خواهد کرد و تغییراتی که زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این کنترل را از دست خواهد داد. او درگیر اختلافات مداوم با خانواده و بهار خواهد شد و در این حال سعی می‌کند اسرار خود را از فاش شدن محافظت کند. حتیجه اصلان در نقش نورا در تاریخ 20 فوریه 1962 در سیواس ترکیه متولد شد و 51 سال دارد. او از سال 1983 در بیش از 20 نمایش نامه، بیش از 15 سریال تلویزیونی و حدود 10 فیلم حضور داشته است. در این سریال نورا یک زن مستبد و آگاه به تصویر خود با استانداردهای بالا، قدرتمند و مغرور است. تنها کسی که در زندگی برایش ارزش قائل است پسرش تیمور است. اما وقتی که بهار به پیوند کبد تیمور احتیاج پیدا می کند و تیمور به خاطر بچه هایش راضی به این کار می شود، نورا شدیداً با پسرش تیمور مخالفت می کند. نورا به لطف بهار که بیش از 20 سال است برایشان همه کار می کند، راحت زندگی می کند. نظم نورا با تغییر بهار متزلزل خواهد شد. در حالی که او هر کاری می کند تا بهار را متقاعد کند که به خانه‌داری بازگردد، با گذشته و اسرار خودش نیز دست و پنجه نرم می کند و سعی می کند کنترل زندگیش را حفظ کند. اجم نور اوسکایا در نقش رنگین در تاریخ 25 ژوئن 1988 در استانبول ترکیه به دنیا آمده و اکنون 35 سال دارد. او به دلیل بازی در نقش بریجیک در سریال تیرتی وان زنگین کیر فکیر اوگلان که از سال 2012 تا 2015 پخش شد شناخته شده است. از سال 2007 تا به امروز او در 10 سریال تلویزیونی بازی کرده و در 3 فیلم حضور داشته است. در این سریال او به عنوان یک زن 40 ساله به عنوان استاد بخش زنان و زایمان شناخته می شود. او در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمده و با تلاش به یکی از پزشکان برجسته ترکیه تبدیل شده است. رنگین همواره به عنوان برنده مطلق
در زندگی شناخته می شود، اما با تغییراتی که بهار به وجود می آورد اولین بار ممکن است با شکست مواجه شود. تحولات در زندگی بهار رنگین را به چالشی دشوار برای دنبال کردن رویاهایش می کشاند و او را مجبور می کند با گذشته خود و روابطش با بهار مقابله کند. هنگامی که تیمور تصمیم می‌گیرد کبد خود را به بهار دهد و می‌خواهد فرم بیمارستان را برای جراحی امضا کند، پیامی از طرف رنگین دریافت می‌کند که حالا که حاضر است چنین فداکاری برای خانمش انجام دهد، دوستی آنها به پایان می‌رسد. همینطور مادر تیمور در بیمارستان جلوی پسرش را می‌گیرد که فرم را امضا نکند. تیمور اول حالش بد می‌شود و پس از کمی فکر کردن تصمیم می‌گیرد که کبد خود را هدیه ندهد. در این میان بهار حالش بدتر می شود. در نهایت از بانک اهدای عضو کبدی برای بهار پیدا می شود و عمل موفقیت آمیز انجام می شود. هنگامی که بهار به هوش می آید دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی شود و بهار که دختری ساده و فداکار بود و همه زندگیش را وقف خانوادهش کرده بود کاملا عوض می شود. با پیگیری دقیق از زندگی بهار و خانواده‌اش یک سفر جذاب و الهام بخش را تجربه خواهید کرد. پس حتما فراموش نکنید که با ما همراه باشید و نظرات و انتقادات خود را در اینجا با ما به اشتراک بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم.